سلام دوستای نازنینم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز اومدم بهتون طرز تهیه یه نان شیرمال خونگی خوشمزه رو یاد بدم که مطمئنم که طعمش رو میپسندین. سریع میریم سراغ رسیپی خمیرش. 2 لیوان آب ولرم، 3 قاشق غذاخوری شکر، اگر شیرین تر دوست دارین تا 4 قاشق هم موردی نداره، 1 قاشق مرباخوری خمیر مایه اضافه کنید. اگر از خمیر مایه‌تون اطمینان ندارین تو این مرحله بهش زمان بدین تا از عمل اومدنش مطمئن بشین. من تستش کردم، فورا میرم سراغ ادامه کارم. 3 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنم. سپس باید مقداری آرد اضافه کنیم. چرا نمک رو اضافه نکردم؟ به خاطر اینکه نمک مستقیما با خمیر مایه ترکیب بشه باعث میشه که بافت خمیرمون خوب نشه بعد از پخت. اگر میخواین خمیر خوبی داشته باشین اول مقداری آرد اضافه کنید و بعد 1 قاشق مرباخوری نمک اضافه کنید. دوباره آرد بریزین تا وقتی که خمیر بشه، نیاز به ورز نداره. با دست در انتها به شکل یک توپ قرارش بدین در وسط ظرفتون و روش رو بپوشونین، 2 ساعت در جای گرم قرار بدین و بعد از این استراحت قابل استفاده است. من بعد از 2 ساعت خمیرم رو داخل 3 تا تابه پهن کردم و با دست به صورت مارپیچ به اون شکل دادم. این از تابه اول، این هم تابه دوم. و در نهایت این هم تابه سوم. شما میتونید هر طرحی که دوست داشتین بدین. برای رومان نون هاتون از شیر پرچرب استفاده بکنید. اگر شیر پرچرب در دسترستون نیست میتونید شیرتون رو با مقدار کمی خامه مخلوط بکنید. در نهایت روی اونها رو با شیر رومال کنید. بعد از اتمام کار رومال هر نوع مغز یا دانه رو که دوست دارین برای نون هاتون بپاشید. من اینجا دارم مقداری سیاه دانه روی نون ها میریزم، مقداری هم تخم کتان پر شده به یک طرف نون که برای خودم هست اضافه میکنم، مقداری دانه درسته کتان رو اضافه کردم به نون کناری و کمی هم رازیانه، کمی کنجد سفید خوب اینم شکل نهایی نون هایی که درست کردیم. نون با تخم کتان درسته، نون با تخم کتان پوش شده و این هم که سیاه دانه و کنجد هستش. حالا بهشون 1 ساعت استراحت میدیم، بعد روی شعله ملایم گاز قرارش بدیم. 10 دقیقه زمان گذشته، با شعله ملایم همطور که میبینید نونا پف کرده و روش حالت پخته گرفته، اینه که دست بزنید به دستتون نمیچسبه، باید برشون گردونید. توی این مرحله من نون هامو برگردوندم، این پشت نون هاست که دارید مشاهده میکنید و 5 دقیقه دیگه زمان میدم. بعد از 5 دقیقه نون شیرمال های خوشگل و خوشمزه خونگی ما با عطر فوق‌العاده آماده است تا نوش جان کنید. این نون بسیار نرم و خوشبافت هستش، داخلش مثل پنبه میمونه کاملا از نرمی و روی اون هم به خودتون بستگی داره. هر چقدر بیشتر توی تابه بمونه و هم نونتون خوشرنگ‌تر میشه و هم برشته‌تر میشه و یه روی توردی بهتون میده، ضمن اینکه داخل بافت کاملا مثل پنبه نرم هستش. ولی اگه علاقه به رویه ترد ندارید و یا اینکه این نون رو واسه فرد مسنی تهیه میکنید، مثلا مادر بزرگتون تهیه میکنید و دوست دارین کاملا پنبه‌ای باشه، قبل از اینکه خیلی برشته بشه، یعنی مثلا به جای 10 دقیقه زمان 9 دقیقه، میتونید چک کنید که اگه پخته برش دارین. اینطوری نونتون کامل مثل پنبه نرم میشه. دوستای گلم، از اینکه تا پایین این ویدیو با من همراه بودین تشکر میکنم.
اگر این ویدیو براتون مفید بود و لذت بردین لطفاً لایک کنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. اگرم عضو کانالم نشدین که حتماً زودتر عضو بشین چون کلی آموزش‌های دیگه تو راهه. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.